به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک که شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی میکنید. اینو باید در نظر داشته باشید، دلیل اینکه بعد از جنگ جهانی اول انگلستان اومد اونجا قیومیت فلسطین رو قبول کرد به این دلیل بود که اعراب فلسطینی خودشون در قرن 19 در هلوش 1900 بخشی از عربهای متمول و دارای مدیریت یا حاکمان اون منطقه اومدن اون منطقه رو به عنوان یک کشور اعلام کردن به نام فلسطین از 1900 حدودن. اما اینو زیر گوشتون داشته باشید، دو تا مسئله در تشکیل کشور اسرائیل نقش کلیدی داشته. یک، تشکیل سازمان صهیونیستی توسط تئودور هرتزل، و دو، بیانیه بالفور. این دوتا بسیار بسیار حائز اهمیت هست، چون تمام اتفاقات تا به امروز بر اساس همین دوتاست. یعنی در بیانیه بالفور چند تا بند هست. یک بندش اینه که یهودیان، صهیونیست ها حق اجبار کردن دیگر یهودیانی که در کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن ندارن. یه چیزی تو همین مضمون هست. یعنی چی؟ به دلیلی که یهودیان مربوط به یک کشوری به نام اسرائیل نمی شدن. یهودی آمریکایی بوده، یهودی ایرانی بوده، یهودی عراقی بوده، یهودی رومانیایی بوده، لهستانی بوده، مجارستانی بوده و با قوانین و فرهنگ اون جامعه ادغام شده بودند و به همین دلیل بسیاری از یهودیان در همان سالهای 1895، 96 و 97 با تشکیل سازمان صهیونیستی و ایجاد یک کشوری به نام اسرائیل و کوچ و مهاجرت یهودیان به اون کشور 100% مخالفت میکردن و تا به همین الان هم مخالفن و در اسرائیل زندگی نمی کنند. اینها رو در یک گوشه از ذهنتون داشته باشید، به دلیل اینکه فرهنگا متفاوت بوده و به دلیل اینکه در خود مذهب یهود ما سه بخش داریم و جدا از تفاوت فرهنگ و تمدن و درک حقوق شهروند یا حقوق اجتماعی به دلیل زندگی در کشورهای مختلف، در دین یهود یا آیین یهود هم ما سه فرقه متفاوت داریم، مانند اشکنازی، حریدی و مزراهی، که اینها سه گونه مختلف هستن. مثلا یکیشون، یک فرقهشون به این شیوه عمل میکنن که نسبت به آداب یهود بسیار بسیار متعصب هستن، مانند همون مسلمون های متعصب، عبادتشون سر موقع باید انجام بشه، زن و مرد از هم جدا باشن، زنها حجاب دارن، زنها رو حرف مردشون نباید حرف بزنن، با تکنولوژی و مدرنیز بودن 100% مخالفن، در همین امروز هم که صحبت میکنیم همینجوری هستن. در زاویه دیگه یک بخشی از یهودیان هستن اینجوری نیستن و به نیایش و نمیدونم مراسمات دینی خودشون اصلا اهمیتی هم نمیدن، مثل خیلی ها که مسلمان اصلا حتی یه بار هم نماز نخوندن در طول عمرشون و فقط از مسلمانی اسمشو دارن یدک میکشن، همین جوری هم. به همین دلیل این سه بخش با تفاوت فرهنگ اجتماعی هم که داشتن همیشه با هم درگیر بودن، همیشه با هم کشمکش داشتن. شما به همین دلیل میتونید ببینید که در سیاست‌های داخلی اسرائیل هم یک سری اختلافهایی بین احزابشون وجود داره و این اختلافات صرفاً اختلاف به خاطر منافع ملی اسرائیل نیست، اختلافات سیاسیشون نشأت گرفته از دینشونه، نشأت گرفته از نگاه دینیشونه و کماکان بسیاری از یهودیان همونطوری که عرض کردم با این نگاه‌های افراطی و ضد مردمی کاملا مخالفند، به دلیل اینکه بارها ما این برنامه رو، این ویدیوها رو در برنامه‌های خودمون نشون دادیم که خاخام‌های یهودی اعلام می‌کنن که دو نوع آدم خلق شده. یک نوع آدم هستش که یهودیان هستن و مخلوقات برتر هستند
و دومین موجودی که خلق شده شکل آدمه که یهودی نیستن و برای یهودیان ساخته شدن تا یهودیان اونها رو به عنوان برده یا بنده استفاده کنن، از زنانشون استفاده جنسی ببرن، از مردانشون بردگی و بندگی رو استفاده کنن. اینو ویدیوشو بارها نشون دادیم که خاخام‌های مختلف اینو میگن. خیلی از یهودیان در سراسر دنیا و در حتی خود اسرائیل با این شیوه تفکر و نگاه متعصبانه روی تنخ و روی کتاب دینی خودشون که کتاب مقدس تورات هم هست براشون مخالفن. به همین دلیل وارد این مقوله میشیم که آیا با علم و آگاهی این که اسرائیل به عنوان یک ابزار توسط انگلستان ساخته شد، توسط تئودور هرسل و بالفور ساخته شد، با توجه به این که کشورهای قدرتمند نظامی مانند آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه پشت اسرائیل هستند، آیا در طول این سالیان سال از 1948 به بعد، قبلش رو ولش کنید، آیا اسرائیل توان اینو نداشت که عرب فلسطین رو از بین ببره؟ آیا توان اینو نداشت کاری بکنه که این جنگ و خونریزی برای همیشه تموم بشه؟ منظورم این نیستش که عرب‌های فلسطینی رو یا قتل عام بکنه یا از فلسطین خارج بکنه. نه، گروه‌های تروریستی مثل حماس، مثل حزب الله رو اینها رو نابود می‌کرد و با این همه دبدبه و کبکبه‌ای که میگه ما موسادمون تا دل ایران نفوذ کرده و و و فلان کارو میکنه، چطور امکان داره که زیر گوشش با این سابقه دیرینه جنگ‌های داخلی با عرب فلسطینی در غزه، در جاهای مختلف در خاک فلسطین نمیتونه رصد بکنه که تو یک منطقه کوچیکی مانند غزه که دوربرش رو کاملا محاصره کرده، از یک طرف به آب را داره که برای انگلستان و فرانسه بسیار بسیار کلیدیه به خاطر کنترل کانال سوئز، یک طرفش دریاست، یک طرف تمام دور و اطرافش هم که اسرائیل محاصره کرده، نمیتونه ببینه و متوجه بشه که چقدر تسلیحات نظامی داره منتقل میشه به غزه، به بیروت، به شهرهای مختلف. میتونه، اما باید منتقل بشه. یه مثال خیلی ساده ای رو براتون میزنم. شما فرض کنید که 7-8 تا خواهر و برادر هستید، هر کدوماتون با یک نگاه فرهنگی، با یک سطح سواد، با یک نگاه خاص به جامعه، به خانواده، به اشتغال برای خودتون، به کسب درآمد و معیشت خانواده، هر کدوماتون یک نگاه‌های متفاوت و متضاد با هم دارید که در آن واحد نمیتونید با هم دیگه دور یک میز بشینید و با هم دیگه یک خوراک میل کنید. اگر 2 دقیقه با هم تنها باشید همدیگر رو میجوید. فکرشو بکنید، در یک روزی مثلا مثل 13 بدر، طبق رسوم باستانی ما ایرانیان، رفتید در یک فضای باز، در فضای سبز، در خارج از شهر، در هر جایی رفتید پیکنیک برای 13 بدر. در همون لحظه چند نفر غریبه میان با شما درگیر میشن که از اینجا بلند شید برید اون برتر بشینید، اینجا رو ما میخواییم بشینیم. یکی از برادران شما باشون بحثش میشه، درگیر میشن. در اون لحظه چه اتفاقی میافته؟ این 7-8 برادر و خواهری که با همدیگه بسیار بسیار بر سر مسائل مختلف مشکل داشتن، با هم متحد می شوند تا اون گروه غریبه رو از اونجا خارجشون بکنن و شکستشون بدن. در مقابل یک نیروی خارجی غریبه، نیروی خودی
منفک شده از هم متحد میشن و به هم میچسبن تا این نیروی متجاوز غریبه رو چیکار کنن؟ دفعش بکنن و پرتش کنن اونور. اسرائیل، حاکمان اسرائیل، انگلستان و مافیای پشت پرده برای بقاء اسرائیل در گام نخست باید باعث اتحاد مخالفان داخلی خود اسرائیل بشوند، خود یهودیان بشوند. ده روز قبل از اتفاق اخیر، درگیری حزبی بین بنیامین نتانیاهو و سایر رقبا. امروز کجاست این درگیری ها؟ تمام شد. تمام رقبا سکوت کردن، اومدن تو جبهه نتانیاهو بر علیه تروریست های حماس شروع کردن صفکشی کردن و مبارزه کردن برای حفاظت از کشوری به نام اسرائیل که سرزمین موعودشون رو گرفته بودن. اولین تاکتیک، اولین استراتژی مدرن برای فریب افکار عمومی، رسانه ها وارد عمل شدن. گور پدر یک به یک حماس و نیروی تروریستی حماس و جمهوری اسلامی، هر کی هر چی هم میخواد بره پشت سر من بگه، بره بگه. من از عقلم استفاده میکنم. چرا نوشتم مثلث برمودا در خاورمیانه؟ علی خامنه‌ای چلاق، اسماعیل هنیه و بنیامین نتانیاهو. دلیل داره. تا پایان این ویدیو باید با من همراه باشید و خوب با دقت گوش کنید. عرض کردم 502 روستا در طول یک سال توسط ارتش اسرائیل به خاک و خون کشیده میشن تا این مناطق اشغال بشه. اگر انسان انسانه، 1948، 1945 در هولوکاست یهودیان توسط ارتش نازی و چه امروز فرقی نمیکنه، همه انسانن. اما اتفاقی که صحبت کردم در رابطه با حمله روسیه به اوکراین و صحنه‌های ساختگی رو گفتم و پروپاگاندا سازی رو عرض کردم، یک بخشش در اینجا فقط به صورت خبر داره منتشر میشه. دوستان، شما ویدیوهای سربریدن گروهک تروریستی داعش رو دیدید؟ نیروهای تروریستی حماس دارن قتل عام میکنن با فشنگ، اما سوزاندن بچه رو شما دیدید؟ ویدیو دیدید از سوزاندن بچه؟ اونایی که میخوان بیان بنویسن آره، الکی ننویسن آره، ویدیوشو بفرستن، از ابتدا تا آخرشو بفرستن، یه دونه عروسک سوخته برای ما نفرستن، از ابتدا تا انتها بدون کات خوردن، بدون اینکه خواسته باشن کلکای سینمایی توش به کار ببرن. آیا شما ویدیوی دیدید که یک زن باردار یهودی رو گروه تروریستی حماس شکمشو ببره، بچهشو در بیاره، با بند ناف آتیش بزنه، مادرش هم آتیش بزنه؟ اما چرا این اخبار رو پخش میکنن؟ چرا میاد وزارت امور خارجه اسرائیل میگه این ویدیوها به زودی منتشر میشود، اما شما منتشر نکنید، شما دست به دست نکنید؟ یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ یه مشت ایران ستیز در شبکه‌های خارجی فارسی زبان نشستن، یک سری اراجیفی رو توضیح میدن، یک سری ساده لوح در شبکه‌های اجتماعی هم نشستن همونا رو پخش میکنن و میگن که فلان و فلان. حواسشون نیست دعوای امروزی که راه افتاده سر لحاف ملا نصرالدینه که اسمش ایرانه و این کشور ماست. کسانی که امروز در مثلا دعوای زرگری بین غزه و اسرائیل، بین اعراب غزه، اعراب فلسطینی و اسرائیل، اومدن بدون دانش، بدون تحقیق و پژوهش، الکی اومدن وسط و از پشت پرده ها خبر ندارن
و میگن بزن فلسطینی ها رو نابود کن، به خاطر اینکه زورشون نرسیده به جمهوری اسلامی و نتونستیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم، نباید بیایم به دشمن سوگند خورده ایرانمون که به روح الله خمینی کمک کرده تا ایران رو اشغال بکنه پناه ببریم و سمت اون بیستیم. ما مردم ایران از هر نوع خونریزی دوری میکنیم و مخالف هر گونه خونریزی هستیم، از هر ملتی، از هر قومی، از هر مذهبی. خشم خودمون رو از ملا و جمهوری اسلامی اگر بخواهیم با نگاه غلط روی کسانی که مالشون رو باختن، زندگیشون رو باختن، دار و ندارشون رو باختن بیاییم خالی بکنیم، یعنی عین بیسوادی کامل و بدتر از اون خیانتی که 57 به ایران کردن، ما با حمایتمون از اسرائیلی که اصلا به ما ربطی نداره، یا با دشمنیمون با فلسطینی که اصلا به ما ربطی نداره، خیانت بیشتری میکنیم. حالا اتفاقات کجاست؟ شما یک بخشی رو گفتم، دلایل این جنگی که میتونست خیلی سالها پیش به پایان برسه، سازمان ملل بیاد وسط، شورای امنیت سازمان ملل بیاد وسط و و و و دیگران بیان وسط، کاملا معلومه که چرا نیومدن وسط و چرا تموم نشده. مثلا بعضی از این رسانه ها مثل این تحلیلگران دوزاری مثل مینیوچ ساچمچی رو میارن و میگه که ارتش اسرائیل فقط مواضع نظامی و اقتصادی رو بمبارون میکنه و میزنه. پس این خونه هایی که داره خراب میشه، این ویدیوهایی که داره میاد و این همه جنازه زن و کودکی که داره از زیر آوار میاد بیرون، بر اثر زلزله است؟ بر اثر هارپه؟ بر اثر چیه؟ میگن دمش گرم، اسرائیل میگه خالی کنید تا فردا، برید به سمت جنوب لبنان، برید به سمت مصر. خب اینجوری که کشورشون رو خالی کردن رفتن و اسرائیل اومده اونجا رو اشغال کرده، که اونا میگن خالی نمی کنیم، وامیستیم و میجنگیم، خونمونه، زندگیمونه، وامیستیم با اتون میجنگیم. امروز اگر یکی بیاد بگه که مثل همین اسرائیل بیاد بگه مردم ایران تبریز رو خالی کنید فردا میخواییم بزنیمش، یعنی غیرت و شرف ما اجازه میده که ما تبریز رو خالی کنیم بسپاریم دست دشمن بریم تا اون بیاد هر کاری دلش میخواد بکنه؟ این منطق ماست؟ بارها گفتیم در هر زمانی که جمهوری اسلامی در یک تنگنایی گیر کرده، برادر شیریش، مورچه خاورمیانه، موریانه خاورمیانه، اسرائیل اومده به فریادش رسیده. بعد از قیام 1401 معلوم شد که به زودی جمهوری اسلامی توسط مردم سرنگون میشن، پس برادر اومده کمک برادر. حالا نگاه کنید، تمام سردمداران جمهوری اسلامی میگن ما پشت حزب الله میایستیم، از حزب الله حمایت میکنن. چرا؟ چون جهان آمده پشت اسرائیل ایستاده، باید ذهن جامعه جهانی توسط رسانه مهیا بشه، فراهم بشه که حمله نظامی که میخواد به ایران صورت بگیره به چه دلیل بوده؟ دقیقا به همون دلیلی که به عراق حمله شد، در جنگ اول خلیج فارس حمله آمریکا و متحدانش به دلیل حمله نظامی عراق به کویت بود، در حمله دوم دلیلش حمله 11 سپتامبر بود، هم به افغانستان هم به عراق. دلیل باید داشته باشه، مردم جهان باید قبول کنن که هزینه باید پرداخت بکنن. خب وقتی که علی خامنه ای میاد دفاع میکنه
وقتی که سرداران تروریستی و سرداران کیلویی سپاه تروریستی میان حمایت میکنن از یک عملیات تروریستی بر علیه یک مش جوونی که در یک کارنوال و یک جشن موسیقی شرکت کرده بودن و میبینن یک سری تروریست اومدن اونجا اونها رو به خاک و خون کشیدن حمایت میکنند، چه اتفاقی باید رخ بده؟ رفته رفته شرایط مهیا میشه برای اینکه نوک پیکان به طرف ایران گرفته بشه. در طول 2 روز اول ویدیوهای مختلفی در رابطه با قیاس ارتش جمهوری اسلامی، چون فعلا این ارتش مال جمهوری اسلامی مال ایران نیست، ارتش جمهوری اسلامی و تسلیحات نظامی که امروز در ایران موجوده با کشورهای مختلف که احتمال رویارویی و ایجاد جنگ جهانی سوم با هم دارن منتشر شد. اولین کشور اسرائیل بود. نگاه کنید با هم. Thank you.
علت ساخت و پخشش چیه. رسانه‌های فارسی یک سری تحلیلگرانی رو آوردن که در موازات منافع مافیا شرایط رو برای شروع جنگ داشته باشن با ایران، با جمهوری اسلامی، در واقع حمله به خاک کشور ما، به دلیل اینکه کسانی که واقع‌بین هستن و دور از تعصب دارن به مسائل براندازی نگاه میکنن میدونن شلیک هر یک گلوله، هر کسی میخواد باشه، چه اسرائیل، چه آمریکا، چه انگلیس، هر جایی که میخواد باشه، به سمت مرزهای ما آتوییه که جمهوری اسلامی لازم داره تا بقاء خودش رو تضمین کنه. و هر کشوری این کارو بکنه، مطمئن باشید از دوستان قسم خورده جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون منافعشون باید تامین بشه. قطعا هیچ کدوم از این کشورها در زمان حکومت پادشاهی نمیتونستن در طول 44 سال این همه منفعت ببرن از کشور ما و هیچی نصیب مردم و کشور ما نشود. اگر حکومت پادشاهی در سال 57 سرنگون نمیشد، آیا اسرائیل این توان را داشت امروز تا به اینجا برسد؟ نداشت. مسیر رو باید نگاه کنید. روزی که پیمان ابراهیم توسط دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نوشته شد، با اون همه تو بوق و کرنا کردن، وقتی کنفرانس خبری در رابطه با پیمان ابراهیم گذاشتن دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، ما برنامه گذاشتیم و گفتیم این پیمان ابراهیم همون پاشنه آشیلی هستش که باعث جنگ در خاورمیانه و نابودی اسرائیل، نابودی عربستان، نابودی ایران، نابودی امارات، نابودی عراق خواهد شد. چون وارد جنگ میشیم. میگید نه؟ نگاه کنید بازم. بنیامین نتانیاهو چند روز پیش میاد میگه منتظر تغییرات بزرگ در خاورمیانه باشید. اگر جنگ شما با غزه هست و میدونید گروه تروریستی حماس اومده این کارو کرده، اگر شما این اطلاعاتو دارید که جمهوری اسلامی بهشون تسلیحات نظامی داده، چرا قبلش اقدام نکردید؟ الان که گروه حماس اومده چیکار دارید که خاورمیانه رو تغییر بدید؟ اگر ایران جمهوری اسلامی خاکش رو اشغال کرده، ما مردم ایران آیا باید بیایم طلبمون رو از مردم عراق و حکومت عراق و عربستان و امارات و افغانستان و کشورهای دیگه بگیریم؟ شما چرا میخواهید خاورمیانه رو تغییر بدید؟ پس هدف بزرگتر از آن چیزی است که دارید به مردم میگید. هدف آنجایی است که برای رسیدن به اون هدفتون دارید جون مردم کشوری به اسم اسرائیل و قوم یهود و قربانی میکنید، سپر انسانی ازش میسازید تا اون اهداف شوم خودتون رو در خاورمیانه اجرا کنید. پس داستان این چیزی نیستش که شما دارید میگید، اینا دروغه که در رسانه ها داره منتشر میشه. چند تا ویدیو رو از این تحلیلگران نون به نرخ روزخور که نونشون رو تو خون مردم میزنن، حالا میخواد این مردم مال ایران باشه، میخواد برای فلسطین باشه، برای اسرائیل باشه، برای هر جای باشه، نونشون رو باید بزنن تو خون بخورن، چون اون برگ های بسیار بسیار ریز از ریشه های بزرگ یک مافیای گول پیکریه که تماما با خون رشد میکنن، با خون زندگی میکنن، با خون احیا میشن و برای لحظه لحظه زندگیشون تشنه خون هستن. چند تا ویدیو ببینیم برگردیم. ولی اینجا مشکل ایران در محاسباتی که انجام داده کجاست؟ اسرائیل بارها، رهبران اسرائیل گفتن که باید سر اکتوپوس رو ما هم مورد حمله قرار بدیم. اونها میدونن که تامین کننده حماس تا جمهوری اسلامی هست، حماس تامین خواهد شد. اولا اگه اجازه بدید جواب این سوال بدم که چرا جمهوری اسلامی ایران الان حمله کرده از طریق غزه؟ بفهمید. چون ببینید جمهوری اسلامی ایران، میدونیم که آقای خامنه ای هولوکاست رو انکار کردن، ایشون یک نفرت شدیدی دارن علیه وجود اسرائیل، و دوما جمهوری اسلامی ایران حاضر هستش با اسرائیل بجنگه تا آخرین فلسطینی و تا آخرین لبنانی که اونها برن کشته بشن برای جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی ایران
صدمه نبینه، ولی خود جمهوری اسلامی ایران حاضر نیستش که وارد جنگ با اسرائیل بشه، با همون دلایلی که خانم برادوف خیلی خوب ذکر کردن. ابعاد این حمله واقعا من نمیدونم. ببینید، کسانی هستن در اسرائیل که دیدگاهشون این هستش، مثل مانند آقای نفتالی بنت که نخست وزیر اسبق اسرائیل، که اسرائیل دیگه نبایستی با پاهای هشت‌پاه بجنگه، بلکه باید ضربه بزنه به سر هشت‌پاه، و سر هشت‌پاه کی هستش؟ نظام جمهوری اسلامی ایران هستش. در زمان آقای بنت گزارش‌های زیادی در مطبوعات عمومی بود که حملات متعددی رو به اسرائیل نسبت میداد. الان در دولت آقای نتانیاهو ما اونها رو نشدیدیم در مطبوعات، و یکی از دلایلش میتونه این باشه که آقای نتانیاهو بیشتر مشکلات دیگری داره، نمیدونم، ولی در نسبت به زمان آقای بنت حملات نسبت داده شده به اسرائیل در خاک ایران خیلی کمتر شده، و این میتونه یکم عوامل مشوق باشه. آیا اسرائیل در جزو در میشه گفت در ابعاد حملات آیندهش جمهوری اسلامی ایران رو شامل خواهد کرد؟ فکر نکنم، مگر اینکه حزب الله وارد معرکه بشه، چون حزب الله تعداد موشکایش که به اسرائیل میتونه برسه از موشکای خود جمهوری اسلامی ایران بیشتر هست. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار در همین باره. آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید شروع بکنیم با این سوال که نگرانی بخشی از مردم ایران هم همینه، همین دخالت‌های جمهوری اسلامی. شواهدی داره که بر اساسش احتمال بره که جنگ به داخل ایران هم کشیده بشه؟ ببینید، در لابلای تحلیل استراتژیک مقامات نزدیک به حکومت و رسانه هاشون تک و توک، شما میتونید ذهنیت مقامات ایرانی رو بخونید. البته از عملکردشون، پدیدارشناسی موازیشون هم کاملا میتونید حدس بزنید. در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی این حمله حماس، این عملیات، این عملیات قصابت آمیز واقعا که 700 نفر رو بکشن، بچه ها، زنان، چند صد نفر رو گروگان بگیرن، چند تا کار میکنه. اولی که باعث میشه راست افراطی در اسرائیل تقویت بشه، اینو تو ذهنشون هست. دومی که باعث میشه که تکنوکرات ها در جهان عرب تضعیف بشن، تند رادیکال ها، اسلام گرایان بسیار تند در جهان عرب دست بالاتر رو بگیرن، از جمله تکنوکرات ها در عربستان سعودی مجبور شن ملاحظه بکنن، به قول خودشون روند بهبود رابطه کمی تضعیف بشه. سوم، روند نظامی گری رو در ایران تقویت میکنه و و و. شما موقعی که به ویدیوها نگاه میکنید، استراتژی نظامی نیروهای حماس بیشتر بر جلب گروگان بود تا اینکه تانک ها رو بخوان نابود کنن. تانک ها رو نابود میکردن، ولی بیشتر سعی میکردن انگار که قناعان جمع میکنن، هر کی دستشون میومد گروگان میگرفتن. اگر این روایت درست باشه در کنار چیزایی که میگن، اون موقع ما باید اینا چه برسیم که مقامات ایرانی میخواستن جنگ شروع بشه. ببین الان خیلی رسمی از اون رسانه‌هاشون میگن، همین کانال سپاه پاسداران یک دو ساعت پیش ویدیو منتشر کرد که آره فلان آر پی جی تولید صنایع دفاعی ایران این هستش که ازش استفاده کردن تانک‌های آمریکا رو زدن. اونا میخواستن. این که آقای بلینکن میگن که هیچ شواهدی در دست نیست، ممکنه که تعبیر بسیار بسیار محافظه‌کارانه از تعریفی که برای انتصاب یک عمل تروریستی به یک دولت ثالث مورد نیاز هست تطابق داشته باشه، ولی اینکه بدون شفافیت صحبت میکنن، بدون اینکه در نظر نمیگیرن که آقای رحیم زبابی مشاور عالی نظامی آقای خامنه‌ای خودش اذعان داشته به اینکه حمایت کردن از این حمله وحشیانه حماس به اسرائیل، و یا اینکه مقامات خود حماس اعلام کردند که از حمایت ایران برخوردار بودند، مشکل میکنه این کار رو. بله، منم شنیدم اظهارات آقای جان کربی، ادمیرال کربی در کاخ سپید، که بسیار محتاطانه سعی میکردند که آنچه را که به نظر ایشان مردم بایستی بدانند با آنها در میان میگذاشتند، نه آنچه که هست. جنگی رو که آقای خامنه‌ای و حماس شروع کردند، فقط الان گلوی اسرائیلی ها رو نبریده و این گونه وحشیگری و قصاوت اسرائیل تجربه نشون داده چند برابر تلافی خواهد کرد، و مردم عادی غزه هم که نه حماس هن نه جهاد اسلامی هن باید زندگی بکنن. یک ملیون خورده ی آدم که الان آقای نتانیاهو گفته ترک کنید اونجا رو و برید، آواره بشن و غیره، اونها هم در عذابن. بنابراین این افریت جنگ که خامنه‌ای سمبولش الان و همینطور حماس بازوی دست اوست، متاسفانه
سایه انداخته. ما قبلا شنیده بودیم، من چند روز پیش مدت قبل شنیدم که با صرف هزینه زیاد دو تا پایگاه هر کدوم بیشتر از 1600 متر مربع به اصطلاح چیز زیرزمینی، کارگاه زیرزمینی در غزه جمهوری اسلامی درست کرده و خدا میدونه چند صد میلیون دلار پای ملت ایران در اومده یا چند میلیارد دلار که اونجا موشک و پهپاد انتحاری تولید کنن و حالا نتیجهشون میبینیم به اضافه خیلی چیزهای دیگه. شک نباید کرد که جمهوری اسلامی پشت ماجراست. خب علی خامنه ای در راستای منافع اسرائیل حمایت میکنه از حماس، آتوها رو دارن میدن به جامعه جهانی، به مردم کشورهای دیگه، به آمریکا، به انگلستان، به فرانسه، به اتحادیه اروپا و و و. سرداران سپاه دارن این آتوها رو میدن. یک سری از انگل نشانهایی که در شبکه‌های اجتماعی جزو ارازشه هستن و کماکان از طویله آخوندی دارن تناول میکنن و نشخار میکنن، آتوها رو در شبکه‌های اجتماعی دارن میدن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی برای پوست اندازی به یک اتفاق بسیار بزرگ دراماتیک، درام نیاز داره تا مردم رو از آنچه که میخواهد دور کند و آن چیزی که هدفش هست و بیاره وسط و دوباره مثل سال 57 تحمیل کنه به مردم. جمهوری اسلامی برای کارش نیازمنده به این حرکت بزرگ، یعنی جنگ. یک سری تغییر و تحولات بزرگ باید تو جهان صورت بگیره. عربستان پول بسیار هنگفتی رو از آمریکا طلب کاره، باید عربستان رو نابود کنن تا آمریکا از این ورطه ورشکستگی و نابودی نجات پیدا کنه. صحبت‌هایی که شاهنشاه آریامهر در طول سال‌های 1350 به بعد داشتن، مصاحبه‌هایی که داشتن، اهدافی که برای ایران و ملت ایران داشتن و شما در طول دو سال گذشته به این ور از شیخ محمد حاکم دبی میتونید بشنوید. دبی کارش تمومه. از دبی چیزی باقی نخواهد موند. حجم تسلیحات نظامی انباشته شده در خاورمیانه فقط توسط یک مثلث نابود خواهد شد و اون مثلث برموداست. علی خامنه‌ای، گروه تروریستی حماس و اسرائیل، حاکمان اسرائیل. بیچاره مردمانی که در طول این جنگ کشته خواهند شد بی آنکه بدانند چه هدفی پشت این جنگ ها نهفته است. بیچاره مردمانی که در طول این سالیان جنگیدند بر سر منافع، بر سر سرزمین آبا و اجدادیشون، بدون اینکه بدانند چه مافیایی پشت اشغال خانه پدریشون نقش داشتند. بیچاره مردمانی که مهاجرت کردند تا یک سرزمینی رو برای خودشون پیدا کنند، در اونجا سکنا بگزینند، خونه بسازند، بچه دار بشن و بچه هاشون رو بزرگ کنن، بی آنکه بدانند دست مافیای جهانی آنها را به سمت قتلگاه روان کرده است. بیچاره مردمانی که نمی دانستند در سال 57 دیدن روح الله خمینی در ما چه تاوان بزرگ تاریخی را بر دامانشان قرار خواهد داد. بیچاره مردمانی که به دنبال نان شب هستند تا یک تکه نانی برای خودشان یا خانوادهشان پیدا کنند، اما نمی دانند که فردا از خواب بیدار خواهند شد یا طعمه آتش خشم مافیای جهانی در یک آتش جنگ افروزانه خواهند سوخت. بیچاره مردمانی
که در هر گوشه و کنار این دنیا در خیال خام خود در حال گذران روزگار و کشف دانش و دانایی‌های خودشان هستند، بیان که بدانند تا ثانیه‌های دیگر قرار است که دیگر نباشند. بیچاره آن مردمانی که برای زندگی برای نسل‌های بعد از خودشان تلاش کردند، اتم را شکافتند، استون را خلق کردند، اما شکاف اتم شد بمب اتم و یک جهان را سوزاند. استون شد بمبی آتشزا و جانهای بسیاری را سوزاند. بیچاران دانشمندانی که به عشق مردمان خود دست به اختراع و کشفیات زدند و در طمع مافیای جهانی از روزگار اول کشته شدند و هیچگاه نامشان به زبان نیاورده شد، امروز در جایی ایستاده ایم که مردمان ما در ایران، همتباران ما در افغانستان، مردمان عراق، مردمان عربستان، مردمان امارات، مردمان اسرائیل و سوریه و یمن و بحرین و کویت و قطر، مردمان ترکیه، مردمان جمهوری ایران قطعاً در یک بیخبری کامل در یک جنگ خانمانسوز جهانی نابود خواهند شد. این پروژه و برنامه مافیای جهانی است. جنگ غزه و اسرائیل جنگی تاریخی و قدیمی است که مربوط به امروز یا دیروز نیست. جنگی است که این بار برنامه‌های آینده را نشان می‌دهد. منتظر باشید تا بخش‌های دیگر این برنامه. برای همتون بهترین‌ها را از صمیم قلبم آرزو می‌کنم. در هر کجای این دنیای پهناور که زندگی می‌کنید، در امنیت کامل زیر سایه یزدان پاک باشید. پاینده ایران و ایرانی برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا یک برنامه دیگر، بدرود.